دیوان عالی هند حکم دادگاه بدوی که مدارس اسلامی را در ایالت اتار پرادش پر جمعیت ترین ایالت این کشور ممنوع کرده بود به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش رویترز این حکم پاسخی بود به اعتراض نسبت به حکم دادگاه عالی الله‌آباد که در سوم فروردین صادر شد و قانون سال 2004 حاکم بر مکاتب اسلامی موسوم به مدارس را در ایالت پرادش لغو کرد، جایی که یک پنجم از جمعیت 240 میلیونی آن مسلمان هستند. دادگاه الله‌آباد قانون 2004 را ناقص اصل سکولاریسم در قانون اساسی خوانده و دستور داده بود که دانش آموزان این مدارس به مکاتب معمولی منتقل شوند. به گزارش رویترز دیوان عالی هند روز جمعه گفته است که آنان بر این باورند که موضوعات مطرح شده در دادخواست ها مستلزم بررسی دقیق تر است. به گفته وکلا این پرونده در ماه ژوئیه بررسی می شود و تا آن زمان همه چیز به روال قبل باقی خواهد ماند. گفتنیست در 10 سال نخست وزیری نارندرا مودی، اعضای حزب بهاراتیا جاناتا و وابستگان آن بارها به سخنان نفرت انگیز ضد اسلامی و اجرای خودسرانه قانون متهم شدند. با این حال مودی وجود تبعیض علیه اقلیت‌ها در دولت خود را رد کرده و می‌گوید دولتش برای بهبود وضعیت همگانی تلاش می‌کند. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی سلام و عرض ادب. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز اخبار شیعه. بزرگواری آقای رئیسی، آیا نقض حکم دادگاه الله‌آباد توسط دادگاه عالی هند حکایت از استقلال دستگاه قضایی هند از دولت افراطی هندو داره و می توان به احقاق حقوق مسلمانان در سیستم قضایی این کشور امیدوار بود؟ بفرمایید. این ممنوعیت ادامه فعالیت مدارس مذهبی رو می تونیم در چارچوب سیاست های دنبال کننده سیاست های دوری استعماری انگلیس تلقی کنیم. متأسفانه کشور هند که از قدیم به عنوان یک کشور متکثر و دارای تنوع قومی و مذهبی و نژادی مشهور بوده، به دنبال استعمار انگلیس در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 تحت تاثیر سیاست‌های استعماری قرار گرفته و علی‌رغم استعمار استقلال این کشور در 1947 همواره رگه‌های افکار استعماری در خصوص پدیده‌های تضاد و تهاجم و نزاعی قومی و قبیله‌ای و نژادی و مذهبی رو شاهدیم که در سالهای اخیر به دنبال در تنگنا قرار دادن هرچی بیشتر جامعه مسلمانان و ایجاد محدودیت‌هایی که برای اونها در نظر گرفتن هستیم. ببینید، این ایالت شمالی هند، می‌دونید مسلمان‌ها در ایالت‌های جنوبی و غربی و این ایالت مهم هند یعنی ایالت اتار پرادش هستند که همونطوری که در گزارش هم اومد بالغ بر 50 میلیون نفر جمعیت این استان رو اینها تشکیل دادن که نقش بسزایی در اقتصاد در مسائل اجتماعی اینها داره. اتفاقا یکی از شواهد مهم تاریخی زیست مسالمت آمیز مسلمان هاست، چون از قرن 4 و 5 که وارد این استان میشن و مستقر میشن و سکنا میگزینن. خیلی جالبه که در کنار هندوها و بوداییها و نهرهای دیگر هندی یک زیست مسالمت آمیز دارن که هیچگاه شاهد این مسئله نبودیم که اینها با هم نزاعی داشته باشن. ولی متاسفانه دولت آقای مودی از 2014 که سر کار اومده متاسفانه به یک مزیقه های زیادی روی آورده در برای این جامعه بسیار متکثر و موجب این مسائلشون شده. در رابطه با اینکه آیا دستگاه قضاییشون یک برگ مثبتی بود، یک اقدام مثبتی بود که دولت دیوان عالی کشور به دنبال فعالیت‌های اجتماعی سیاسی نخبگان اون جامعه انجام داد تا این قانون رو لغو بکنه. بله جناب آقای رئیسی، تا چه حد نقش کنشگران سیاسی مدنی و رسانه مسلمان را در اتخاذ این تصمیم از سوی دادگاه عالی هند موثر می‌دونید؟ بفرمایید.
خب پروازه که نقش الیت ها و نخبگان جامعه در تلاش برای کنشگری سیاسی بسیار پررنگ و اثرگذار. این کنشگران به عنوان لیدرهای اجتماعی میتونن با همراهی مردم به عنوان مرکز ثقل عظیم اجتماعی نسبت به هر گونه مزیقه و محدودیت هایی که علیه جامعه و بخشهای جامعه اعمال میشه رو به اصطلاح احیا بکنن، وارد عرصه اجتماعی شدن و سیاسی بشن و با اعتراضات مدنی نسبت به حقوق و حقوق حقی مسلمانان و حتی قومیت های دیگه و نژاد های دیگه، ولی در اینجا بیشتر بحث بر سر همین مزیقه هاییست که برای جامعه مسلمان ها اعمال میشه رو نقش آفرینی کنند. تحقیقا با آگاهی بخشی و بیداری جامعه و همراهی اونها در احیای حقوق این جامعه هم موفق میشن. تلاش های سیاستمداران معتدل، الیت ها، نخبگان و به ویژه اینجا تاکید باید بکنم روی حقوقدانانی که واقعا مستقل هستند و از تبعیض نژادی بیزار هستند، که پیشینه تاریخی هم در این زمینه ما داریم که اقدامات احیاگرانه شد، مثل مسجد آمریسا که مال معبد سیکاها بود، معبد سیکای آمریسا، اونها با فعالیتاشون تونستن جلو هجمه این دولت رو بگیرن. بنابراین نقش الیتا و سیاستمداران و حقوقدانان در این خیلی مؤثره و میتونه به طور کامل در برابر این هجمه دولت مودی قرار بگیره. بله، چگونه میشه دولت حاکم را وادار نمود تا به اصول دموکراسی سایر احزاب و مذاهب پایبند بوده و با سوء استفاده از قدرت و قانون حقوق آن را نقض نکنه؟ با استفاده از اهرم‌های کارآمد در حال حاضر که وجود خارجی هم داره و به حمدالله به برکت همین وجود فضای مجازی و نقش اینترنت و رسانه‌های بین المللی به اطلاع رسانی می‌توان اقداماتی که یکی از منظر حقوقی طبق قانون اساسی هند، می‌دونید که قانون اساسی هند هم به تبع از قانون اساسی انگلیس از رویه قضایی یا همون رویه عرفی استفاده می‌کنه و این یک برگ مثبتی است، برگ برنده است در دست حقوقدانان که بتونن وارد این عرصه بشن و بر اساس قانون اساسی که معتقد است که آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی رو مبنای سیاست هم قرار میده اعمال بکنن. من در اینجا یک نکته را هم اشاره بکنم، در گزارشتون اومده بود. ببینید بحث سکولاریسم که مطرح میشه، ما در اینجا بحث سکولاریسم سیاسی داریم، ولی سکولاریسم فلسفی اصلا در هیچ جامعه‌ای نمیتواند اعمال بشه. سکولاریسم فلسفی مبنا و منشأ تکثر جامعه هست. بنابراین سکولاریسم سیاسی و این مسئله مدارس هیچ نوع به اصطلاح دخالت و فروبال دادن مثلا در حوزه سیاسی و دخالت مذهب و نژاد در امر سیاسی نیست. بنابراین اون سکولاریسم برقرار هست. یک اهرم دیگه محرس مسئله همبستگی خود مسلمانان هند هست، مسلمانان جنوب و غرب و مسلمانان شمال که در همین استان مستقر هستن باید با هم، چون اینا نیروهای بالقوه بسیار مهمی در صحنه اجتماعی سیاسی و اقتصادی هند هستن، به خصوص در هنگام انتخابات. خب این بالغ بر 245 میلیون جمعیت مسلمان صاحب رأی هستن و دولت‌های روی کار آمدنشون رو دولت‌های مختلف به اصطلاح مدیون و نیازمند به این آرا هستن. این یکی دیگه از اهرم. یک اهرم دیگه هم مسئله همراهی با سازمان‌های مدنی و انعکاس اخبار درونی و مزیقه‌ها و محدودیت‌ها و اعمال فشارهایی که از سوی دولت و یا جریان‌های علیه مسلمان‌ها یا هر نژاد دیگه انجام میشه، انعکاس اون‌ها به سازمان‌های بین‌المللی و همراهی اونها با سازمان‌های بین‌المللی و از طریق فشار آوردن به اصطلاح تصمیمات سازمان بین‌المللی بر دولت هند میتونن به این نتایج مثبت برسن که این مزیقه ها به پایان برسه. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران همراه ما بودند.